نقد به دو صورته یک سریش یه زمینه های در حقیقت چیز داره علمی داره روش کار شده یه سری دیگهش شمبه های زدن و مثلا چیز داره مثلا خیلی ها مثلا توی پروژه ای ما رفته بودیم که هم حرف داریم و سر این قضیه ما تو تمام کنفرانس هم که میریم میگیم بابا چرا هویت ایرانی در هتل های ایران نیست میدونی مثلا ما یه سر یه پروژه میخواستم ما رو دعوت کنم بعد اینو کنسل کردم بعدا شنیدم که گفته بودن که ما با این سنتی کاره ولش کنیم خب مثلا این خودش یه نوع نقد واقعیه برای اینکه من وقتی میرم توی مشهد در سال چهل همون معماری داخلی سال چهل پنجا هتل های اون زمان که الان هتل ها همای یکه شما بسیاری از علمان های آرایه های معماری ایرانی را تو این هتل های که تازه آقادمی مثل میلر مثلا آرشی امریکایی بوده آرشیتکتش بوده رو میبینی در صورتی که امروز توی یه هتلی مثل مثلا, مثلا هتل ملل در مشهد شاسر اینه این بینی از این هنر ایرانی خب حالا اگه ما رفتیم و داریم یه بحثی میکنیم میگه آقا این هویت ایرانی بس معاصر بشه و فلان بشه استفاده بشه من وقتی بحث منیر فرما فرما رو میکنم که ایوان خودسوانی میکنم که میاد از دست زنای بلوچ میتونه بهترین پارچه های سوزندوزی رو در بیاره خب اینا فکر میکنن که ما سنت کاری چرا چون که اینا مطرح میکنن مدرنیزمیه که هیچ خوبیتی نداره و خب طبیعتا ما در مقابل اونا سنتکاری میگن فکر کنم قهوه خونه سنتی میخوایم بزنیم اون موقع که برج رو در حقیقت حرکت میدن با یه تیم بچه های اونجا یه شرکت ایوان رو انداخت دادیم برای های دجاگا کار میکردیم که دجاگا از سازندگان خوب این مملکت در حقیقت ایشون این جورتی کردن که این برجی که اصلا طراحیش ترایی رومن بوده و بدن به تیم ما و این تیم بتونه یک سری ترهایی رو بزنه که مثلا یک نسری هویت های ایرانی داشته باشه اون موقع وحشت ایشون رو برداشت کنم آقا ممکنه من نتونم بفروشم همه میخوان رومن بخرن همه میخوان آپارتمان اینطوری بخرن ما استادگی کردیم ولی الان بگم همین برج دو قلعه کوروش اوین یکی از بهترین کارهایی که سر دست میکنن میزنن برای اینکه برن اونجا برای چی؟ برای اینکه یک هویتی رو داره که یک گروه در حقیقت فرهنگی متمول ترجیح میده که تو اون باشه ترجیح نمیده بره تو یه چیز تازه به دوران رسیده پس نقدا یه بخشیش برمیگرده به یه فرهنگ تازه به دوران رسیده یه بحث دیگه که ما داریم با همکاران خودمون رو نقد بحث اینه که خم خب حالا شکم شاید هم شرایط شرایط اجتماعی یه جوریه که یه جپگیری نسبت به یک سری از مسائل گذشته ایران وجود داره و همه میخوان با یه مدرنیزمی یک دفاعی رو نسبت به یک نوع سنتگرایی در حقیقت پیش ببرن خب اینا هم به یه نوعی در حقیقت من بهش میگم کپی کارهای غربیم و طبیعتاً با این دست خطا موافقت نداره و مدرنیزی رو پتر میکنن که در که من مدرنیز رو میگم دورش تموم شده ما الان دوران پا پست پا مدرنیز ما تمام دوران های دیگه ای رو در حقیقت داریم یعنی مثلا من خانم زاهدید رو با عنوان موفق یا لورد فاستر رو با عنوان مدرنیز نمیشناسم من با عنوان پست مدرنیزم میشم اینا تحولاتی رو دارن ادامه ای امروزی هر جایی میدن حالا که مثلا لوت فاستر یا نورمن فاستر وقتی میاد تو مالزی کار میکنه اینو در نظر میگیره ژاک وقتی میره تو مراکش کار میکنه تو اون هویت در حقیقت مراکشی رو در نظر میگیره تو کاراش خب این واقعیتیه که نقد میتونه باشه یا نقد چیز دیگه مثل مثلا طرفداران این فلسفه و طرفداران اون فلسفه این رو اتفاق من نقد درستی میبینم تا نقدی که به اصطلاح یک نوع بیهویتی و تازه به دوران رسیدگی بخواد یه سری چیزهای ارزشی رو نقد بکنه البته خوشبختانه یه گرایشی هم الان متوجه به این که من میبینم یعنی به اصطلاح شاید هم یه خودم به اسم چیز میرسه مثلا خیلی الان گرایش نسل جدید به هویت‌های ایرونیه توی مثلا سفراشون تو دو سفرشون دوست دارم برن یه خونه ای مثل امریای من خانه, خانه منوچهری یا اون جایی که بسه یا تو قش و الان این تاندانس خیلی داره پیش میره و اینا تقاضا میگیره تا اینکه بری تو یه هتل مثلا معمولی